سکوت خانواده هوراسادات شکست، واقعیتی که شوکه می شوید. دوستان عزیز لطف کنید و این ویدیو را دقیق تماشا کنید و حتما نظرات خوبتان را بعد از شنیدن و دیدن این ویدیو کامنت کنید. هوراسادات، اسمی که دیگر با شنیدن آن سراپا اندوگین می شوید، چهره‌ای که دیگر نمی خندد و اشک نمی ریزد، او حالا در اینجا برای همیش زیر خاک شد. مردم و دوستداران هوراسادات از دو پهلو بودن مرگ هوراسادات نگران بودند، از مبهم بودن، از درگذشت این دختر خانم زیبا. در ابتدا برادر و پدرش درگذشت هوراسادات را طرح‌ریزی شده و کار دوستانش عنوان نموده بودند، اما اینگار تحمل درگذشت هوراسادات آسان نبوده است. نه تصویر، نه ویدیوی و نه هم خانواده‌اش در این باره سخن زده بودند. توضیحات درباره درگذشت هوراسادات چرا اینقدر دشوار شده است؟ رازق مامون از پیشکسوتان ژورنالیسم گفته بود کار طالبان است. خانواده هورا تحت فشار است و شجاعت حرف زدن و روشن ساختن این قضیه را ندارند. در ابتدا بک‌گراند قضیه چیز دیگری بود و اما حالا داستان درگذشت هوراسادات بر علیه طالبان است. فرمانده طالبی که به نقل از مامون اختطاف و سپس جسدش را به فامیلش تحویل داده است. در این میان اما به نقل از منبعی نزدیک، برادرش که قبلا گفته بود در سانحه غم‌انگیز در گذشته، گفته که شدت فشار طالبان چنان زیاد است که تهدید به مرگ شدیم. نزدیکان هوراسادات هم در گذشت هوراسادات را کار طالبان می دانند. چهره مجرمانی دستگیر شده از سوی طالبان تا حال رسانه‌ای نشده است، چون انگار مجرم در واقع وجود ندارد. به نقل از منابع طالبان، چهره واقعی قضیه را پنهان و داستان تخیلی را در ذهن رسانه‌ها دیکته کردند. لطیف رازبان، نامزد قبلی هوراسادات که شماره گمان کرده بودند در قتل هورا دست دارد، سر قبر هوراسادات به شدت غمگین بود. در پست هم به نقل از خواهر هوراسادات نقل شده بود که باز هم کار طالبان است، اما طالبان آن را توطئه و شایعه دشمنان می دانند و به گفته طالبان تحقیقات همچنان جریان دارد. منبع با نشر خبری گفته است که طالبان همچنان در چهار سوی خانه هوراسادات حضور دارند. شماره از همکاران هورا مانند مخالباک واکنش نشان دادند و در گذشت هورا تسلیت گفتند. هوراسادات از کندوز است و در کارتسخه کابل زندگی میکرد. معلوم نیست که طالبان بعد از تحقیق به مردم چی خواهند گفت. آفتاب پشت دو انگشت پنهان نمیماند و قطعا قضیه قتل هوراسادات روشن خواهد شد، اما نه از سوی طالبان، بل از سوی خانواده هوراسادات. خداوند روحش را شاد و یادش را جاودان داشته باشد. روح این جوان نامراد را از دعاهایتان فراموش نکنید. Thank you.
نظر و دیدگاه خود را برای ما در بخش کامنت حتما بنویسید.